بله وصل هستید، ادامه بدید. بله گویا یک مشکل فنی در صحنه داشتن، ارتباط ما موقتا قطع شده، تلاش میکنیم دوباره وصل بشیم برای صحبت‌های بیشتر با نفراتی که در مقابل دادگاه همین الان حضور دارن، هم از گزارشگرها و شخصیت‌های مختلفی که تلاش میکنیم در رابطه با جزئیات دادگاه امروز با اونها گفتگوهایی داشته باشیم. مسعود، در حینی که ارتباط ما مجدداً وصل میشه میخواستم یک سوال دیگه ای از شما بکنم. بفرمایید. در رابطه با موضوع اسدالله اسدی، اون چیزی که در برخی خبرها اومده اینه که در بازجوهای اولیه گویا اقدام به تهدید کرده. بله بله. آیا چنین چیزی واقعیت داره و یک چنین تهدیدی چه پیامدهایی برای خود متهم یا رژیم داره؟ چون که معمولا در چنین وضعیتی وقتی که تهدیدی به وجود میاد، اون هم وقتی که خود جرم موضوع تروریسمه و تهدید هم طبیعت تروریستی داره، حداقل اوغلایی به نظر نمیرسه که متهم شروع بکنه به تهدید کردن. آیا چنین چیزی واقعیت داشته؟ مسئله که کاملا واقعیه، آنچه که تهدید کرده و نکته قابل توجه هم اینه که به رغم اینکه بهش گفته شده تو همون جلسه که نکاتی که میگی ثبت میشه و اینها هم میتونه وارد پرونده بشه، ظاهرا از روی متنی که براش تهیه شده بوده توسط رژیم، ظاهرا که نه اصلا گزارش بازپرس ها این هست، از روی متنی که تهیه شده بوده به هر حال این تهدید رو انجام داده. خب تحلیل های مختلفی میشه کرد در رابطه با اینکه چرا، همونطور که میگین در نظر به نظر بسیار عقلانی نمیاد که کسی این کارو بکنه. شاید دیگه اینجا تحلیل هر کس ممکنه برداشت خودش بکنه، شاید ناشی از یک اشتباه محاسبه جدی از جانب رژیم بوده باشه، شاید هنوز بر این تصور بود که میتونه با فشار آوردن روی سیستم قضاییه بلژیک یا روی پلیس بلژیک خلاصه قضیه رو به سمت خودش بچرخونه یا تخفیف قائل بشه و قضیه رو به نحوی بتونه از دیدش در بره. اما باز هم همونطور که عرض کردم، مثل مجموعه اتفاقاتی که در جریان این پرونده افتاد، رژیم یه خیزی برداشت، ریسکی کرد و باز در همون ریسک مشخص هم شکست خورد و خود اون خیز تبدیل شد به یک فشار مضاعف براش، به یک رسوایی مضاعف و الان خود همین تهدید یکی از موضوعات جدی همین پرونده هست. یکی از موضوعاتی که وکلا بهش استناد خواهند کرد این خواهد بود. یه نکته من راجع به ریل کاری که در قضایه بلژیک و در روند دادرسی در بلژیک هست خدمتون عرض بکنم. اون سه عنصری که در قضیه دخیل هستن که اشاره کردم، یعنی دادستان که از جانب دولت بلژیک در واقع داره صحبت میکنه، وکیل شاکیان خصوصی که در این پرونده همسو با دادستان هست و همینطور متقابلا وکلای این دیپلمات تروریست رژیم، این سه وجه مطابق سیستم قضایی بلژیک هر سه قبلا مطالب خودشون رو به صورت مکتوب طی روند دادرسی ارائه کردن. امروز دادگاه در واقع اولین جلسه استماع حضوری این بحث ها خواهد بود و همونطور که عرض کردم 6 روز بعد جلسه دومش برگزار خواهد شد. سیستم قضایی بلژیک اینطور هست که در پایان جلسه دوم زمان صدور حکم رو مشخص میکنن و اعلام میکنن. چنین برداشت میشه، البته این برداشت کلی هست، یعنی باز بایستی که منتظر بشیم تا حرف دقیق رو خود دادگاه بزنه، ولی برداشت کلی که وکلا دارن این هست که چیزی در اواخر دسامبر یا اوائل ژانویه، یعنی بین 4 تا 6 هفته بعد از جلسه دادگاه، بایستی منتظر صدور حکم از جانب دادگاه باشیم. بله، اطلاع میدن که گفتگوی داریم با آقای استرون استیونسون. اگر این گفتگو آماده هست لطفاً پخش کنید. Uh,
I attended the great rally of the PMI in Villepinte, in June 2018. It has now been revealed that the trial of Asadullah Asadi, a diplomat from the Iranian embassy in Vienna, the Iranian regime was quite clearly behind a plan to bomb and terror Outbridge. در پشت این حمله بمبگذاری بوده که میتونست به صدها کشته شامل بسیاری از سیاستمداران و تصمیم گیرندگان بین‌المللی که در اون گردهمایی شرکت داشتند میتونست به مرگ همه اینا منجر بشه. اینک روشن شده که بمب 500 گرمی که توسط اسدی به اصطلاح دیپلمات به همدستان خودش داده شده توسط همراه با دستورالعملی که به ویلپند برن و این گردهمایی رو بمبگذاری کنن روشن شده که از بالاترین سطوح در رژیم ایران تصمیم گیری شده. اینک ما خواهان اون هستیم مصرانه که مقامات ارشد این رژیم و رهبران این رژیم که به طور واضح پشت این بمبگذاری هستن بایستی پاسخگو باشن و این شامل ولی فقیه رژیم ایران شخص خامنه ای هم میشه و همینطور به اصطلاح پرزیدنت مدرشون روحانی. همچنین وزیر اطلاعات و کاملا آشکاره که محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم که مسئول همه دیپلمات های این رژیم هست و به طور قطع و یقین مطلع بوده از این اقدام دیپلمات ارشدش اسدالله اسدی، کسی که فقط یک هفته قبل از این بمبگذاری به تهران رفته بود برای اینکه بمب رو تحویل بگیره، آزمایشات لازم رو انجام بده و بعد در یک پرواز تجاری برگرده به اتریش با بمب همراه خودش و بعد در حین تحویل بمب به دو همدست خودش در یک پیتزا فروشی و دستور دادن به اونها که به ویلپند برن و بمب رو منفجر بکنن دستگیر شد. بمبی که قرار بود در اروپا منفجر بشه و صدها نفر رو در این فاجعه به کشتن بده. همه اینها بایستی مورد حسابرسی قرار بگیرن. روزهای مذاکره با این رژیم به پایان رسیده. از جو بایدن هم میخوام که بدونه که این دیگه اون رژیمی نیست که میشه باهاش مذاکره کرد. این یک رژیم تروریستی است و زمان اون فرا رسیده برای اتحادیه اروپا و ایالات متحده که پریز از برق این رژیم بیرون بکشن، سفارت‌هاش رو ببندن، چون اینا در واقع شرکت‌ها و کارخانجات تولید بمب هستند. حالا باید شروع بکنید به حمایت از مردم ایران و متوقف کنید هر نوع مذاکره‌ای با این حکومت تروریستی رو. بله، صحبت‌های آقای استیونسون بود که در همین رابطه توضیحاتی رو دادن. این چنین موضع‌گیری های از سوی شخصیت ها، وکلا و بسیاری از دست‌اندرکاران و همینطور رسانه های اروپایی این روزها بسیار زیاد هست. ما تلاش میکنیم در این ویژه برنامه تا اینجایی که بتونیم شما رو در جریان گزارشات مختلف رسانه ها و همینطور صحبت های شخصیت ها قرار بدیم. آیا گفتگوی دیگه ای آماده هست و آیا تصاویری داریم به طور زنده از مقابل دادگاه که بتونیم پخش کنیم؟ بله، اطلاع میدن که گفتگویی آماده هست. وصل میشیم به آقای بهزاد نظیری از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. سلام، با آقای بهزاد نظیری هستم، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. با
با سلام به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. من الان در دادگاه شهر آنورس هستم و ما در اینجا شاهد یک صحنه های تاریخی هستیم، چرا که در واقع در این صحنه تمامیت یک رژیمه که به خاطر جنایاتش، جنایات تروریستیش به محاکمه کشیده میشه. 40 ساله که تروریسم رژیم در خارج کشور به خصوص علیه مقاومت ایران، علیه اعضای مقاومت ایران، علیه مجاهدین خلق و علیه مخالفین ایرانی یک وجه دیگری از کشتار و جنایات و شکنجه هایی بوده که در داخل کشور اعمال می کرده و امروز روزیه که از طریق اونچه که در ویلپند می خواست رخ بده و اون در واقع توطئه و طرح تروریستی خونسا شده، تمامیت این رژیم تروریستی از طریق محاکمه به اصطلاح دیپلماتش و سه مزدور همدستش به محاکمه کشیده میشه. بنابراین این اولین حقیقت درخشانیه که امروز در صحنه این دادگاه برجسته هست. از امروز صبح که ما وارد شدیم شاهد انبوه خبرنگارانی بودیم، به غیر از خبرنگاران بلژیکی هم از قسمت فلامان زبان یعنی هلندی زبان بلژیک و هم قسمت فرانسه زبان، تلویزیون ها، رادیو ها، خبرگزاری ها، همینطور خبرنگارانی از رسانه های بین المللی، خبرنگارانی که در بروکسل دفتر دارن و همه از اونجا، از بروکسل پایتخت بلژیک تا آنورس اومدن صبح زود تا در این محل حضور داشته باشن و در بعد به ورود هیئت وکلای شاکیان خصوصی و شورای ملی مقاومت ایران که آقای فرزین هاشمی اونها رو هدایت می کرد، 4 نفر از وکلای برجسته، وکیل فرانسوی آقای ویلیام بوردون، آقای جورج هانری بوتیه وکیل برجسته و به نام بلژیک فرانسه زبان، و 2 وکیل هم از قسمت فلامان زبان بلژیک، آقای ریک وان قسل و آقای مخشان، هر 4 نفر و در کنار فرزین هاشمی قرار گرفتن و پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مناسبت در واقع این محاکمه تاریخی خطاب به خبرنگاران و جمع حاضر قرائت شد و سپس خبرنگاران سوالاتی در میان گذاشتن، سوالات خودشون رو مطرح کردن، در پی اون مصاحبه های جداگانه و تکی با هر کدوم از وکلا و با اعضای مقاومت ایران که در اینجا حضور دارند انجام گرفت و بعد از اون وارد دادگاه شدیم. دادگاه کمی بعد از ساعت 9 آغاز به کار کرده. خب پروتکل های معمول قضایی در ابتدا صورت میگیره. الان وکلای شاکیان خصوصی دفاعیات خودشون رو دارن یک به یک مطرح میکنن و به هر حال این در طول روز ادامه خواهد یافت. وکلای ما و بعد از اون وکلای در واقع طرف رژیم و اون مزدورانی که با دیپلمات تروریست اسدی بودن، اونها در واقع وکلاشون نکاتشون رو یا دفاعیاتشون رو مطرح خواهند کرد. اون چی که ما در اینجا شاهدیم اینه که در واقع همه خبرنگارها و همه حاضران نسبت به اهمیت امروز و اینکه امروز فقط یک محاکمه ساده یا یک محاکمه معمولی چند نفر نیست، بلکه یک محاکمه که ماهیت قضایی و حقوقی داره ولی یک برد سیاسی بسیار با اهمیتی داره، چون یک امر تروریستی خیلی ساده نبوده
ما شاهد بودیم که اینجا فقط همین تصاویر میتینگ گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپند در 2018 انبوه جمعیت صدها شخصیت سیاسی که حضور داشتند خیلی نظر خبرنگارانی رو که بعضیاشون برای اولین بار بود که با تمامیت این موضوع مواجه می‌شدند گرفته بود که بنابراین اذعان می‌کردند که پس یک کشتار بزرگ در میان بوده و یک طرح تروریستی خیلی بزرگی بوده. خب اینو باید در متن وقایع تروریستی تو اروپا دید. در اروپا هم خب الان جستگریخته شاهد هستیم، چه در فرانسه چه در اخیراً در اتریش وقایع تروریستی رخ میده. ولی خب این وقایع تروریستی در واقع بیشتر یک فرد در واقع دستگیر یا متهم میشه یا دو نفر یا یکی دو تا همدستش و اینا خب مثلا از طریق مثلا اینترنت یا از طرق دیگه مثلا راهنمایی یا دستورایی گرفتن وارد عمل تروریستی شدن. اینجا موضوع کاملا فرق میکنه. موضوع در واقع یک اقدام طراحی شده است. حداقل از یک سال پیش جزئیات این پرونده نشون میده و تحقیقات در جزئیات نشون میده که هم اون تروریست اسدی که متهم اصلی این پرونده هست و هم همدستانش در حال شناسایی بودند. از یک سال قبل به محل ویلپند اومده بودند، به محل مهمانان سر زده بودند و به هر حال میزانی که در این پرونده جزئیات و فاکت ها و در واقع دلایل حقوقی موجود هست به طوریه که علارغم همه فشارهایی که رژیم در این مدت آورده بود نتونسته بود به هیچ وجه این مزدور خودش رو، این دیپلمات تروریست رو، به بهانه مسئولیت قضایی مثلا به طور موقت هم که شده از زندان خارج کنه با مثلا این تضمین که میتونه این رو در روز محاکمه برگردونه. یعنی به هیچ وجه به چنین رژیمی که به عنوان پدرخوانده تروریست شناخته شده چنین اعتمادی نبوده و این فشارهاش چه در عرصه دیپلماتیک چه تهدیدهایی که یکی دو ماه مونده بود به شروع این پروسه دادگاه مطرح شد در مطبوعات که همین دیپلمات تروریست اسدی در واقع شهروندان بلژیکی یا دولت بلژیک یا هواداران مقاومت رو تهدید کرده بود به اینکه مثلا ممکنه که در خاورمیانه یا مزدوران رژیم یا گروهک‌های وابسته به رژیم اقدامات تروریستی علیه منافع اینها انجام بدن. خب اینها همش در واقع باطل بودن و پوشالی بودنش آشکار شد و امروز خب ما شاهد یک صحنه ای هستیم که در این حال صحنه باشکوهی بسیاری از یاران مقاومت، اشرف نشانها، دوستداران مجاهدین، هواداران شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران در اینجا حضور دارن. از صبح گرد وکلا و خبرنگاران حلقه زده بودند و از صبح زود به هر حال در اینجا یک جنب و جوشی حکم فرماست. در این دادگاهی که معمولا در مثلا ماهای قبل ما سر می زدیم خیلی محیط ساکت و سوت و کوری بود، ولی الان محیطیه که این موضوع و این اهمیت این پرونده خود این محیط رو به جنب و جوش آورده. حضور خیلی سنگینی از محافظت پلیسی رو شاهدش هستیم. خود این هم یک برهان دیگه‌ایه بر در واقع حساسیتی که روی تروریسم این رژیم هست. یعنی در واقع این آرایش پلیسی که در این دادگاه و پیرامونش شاهد هستیم خودش دلیل بر همینه که کماکان این رژیم به عنوان یک تهدید تروریستی محسوب میشه، چون تو این صحنه دادگاه هیچ تهدید دیگه ای نیست الا همین در واقع رژیم آخوندی که مثلا
بخواد یک عملی انجام بده. به هر حال اینا ملاحظاتیه که مقامات امنیتی و پلیس اینجا اتخاذ میکنن برای حفاظت از دادگاه، از حاضران و از روند درست قضایی که میدونیم برگ دیگری بر رسوایی های این رژیم اضافه خواهد کرد. ولی خب این برگ مهمی است، برگی است که 40 سال این رژیم ایرانیان رو، شهروندان ایرانی رو و هواداران و اعضای مقاومت ایران رو در خارج کشور به قتل رسونده. به خاطر داریم در پرونده شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی دیپلمات های رژیم درگیر بودن، یعنی سفیر رژیم سیروس ناصری و افراد دیگه ای از دستگاه وزارت خارجه رژیم ناظر بر این جنایت بودند. ولی در اینجا برای اولین باره که یک دیپلمات رژیم دستگیر میشه در حین، در واقع در حالی که دلایل متخن و آشکاری بر اینکه اون فرمانده صحنه این عملیات جنایتکارانه بوده در دست در واقع تحقیقگران و مقامات قضایی بلژیک است. از این بابت یک بنابراین پروسه خیلی حساس و مهمیه که امروز ما داریم و امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بتونیم گزارشات بیشتری خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی بدیم. با تشکر از آقای نظیری، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی معاون ایران. بله، گفتگوی بود با بهزاد نظیری. اطلاع میدن که به زمان در یک نگاه داریم نزدیک میشیم. اجازه بدید آخرین خبرهای ایران و جهان رو با هم بشنویم و برگردیم به ویژه برنامه محاکمه دیپلمات تروریست رژیم. سلام همه شما بینندگان سیمای آزادی. در این برنامه که پوشش خبری زنده هست در یه دادگاه دیپلمات تروریست رژیم که امروز در بلژیک اولین جلسه محاکمه این دیپلمات تروریست هستش، این برنامه را آغاز کردیم و تلاش میکنیم که تا زمانی که دادگاه ادامه داره این پوشش خبری زنده را همزمان داشته باشیم. همچنین همکاران ما خبرنگاران سیمای آزادی در محل دادگاه حضور دارن و تلاش میکنن که هر خبر جدیدی بود برای ما اونو بازگو بکنن. در ادامه این برنامه خدمت دوستانی که الان به ما ملحق شدن بگم که دادگاه در جریان یا شروع شده. این پرونده علاوه بر دادستانی بلژیک درش در واقع شاکیان خصوصی هم هستن، کسانی که اعضای مقاومت یا هواداران مقاومت بودن در سال 2018 در همون گرد همایی بزرگی که این دیپلمات تروریست و همدستانش میخواستن در اون بمبگذاری بکنن حضور داشتند و بسیاری از این شاکیان خصوصی هم الان در واقع در امروز در اون جلسه دادگاه در ساختمان دادگاه هستن و تلاش میکنیم که با اونها هم گفتگوهایی داشته باشیم. اگر که خبرنگار ما در اونجا گفتگویی دارن که ما آماده‌ایم که گفتگو رو بشنویم، بعد هم صحبت‌هایی داریم در رابطه با این موضوع که از لحاظ سیاسی و یا خیلی مسائل دیگه چه تبعاتی برای رژیم و یا مردم ایران میتونه داشته باشه همین محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی. آیا مصاحبه‌ای هست که با هم بشنویم یا کسی هست که در رابطه با روند دادگاه و یا موضوعاتی که در این زمینه است برامون توضیح بدن؟
با سلام خدمت همه هموطنانم و تمام اشرفیان و اشرف نشانان، من ملیه حسینی هستم. امروز 4 صبح از فرانسه راهی شدیم برای حضور در دادگاه دیپلمات تروریست رژیم ایران. در سال 2018 همونطور که همه میدونید میخواستن یک بمبگذاری خیلی بزرگی رو توی ویلپند پاریس انجام بدن. من هم به عنوان یک شاکی و یک کسی که میتونست قربانی این تروریست باشه اونجا حضور داشتم به همراه نوه ها و بچه هام و همه اعضای خانواده. و اینکه همیشه این رژیم کارهای تروریستی زیادی کرده تو دنیا و همیشه تونسته قصر در بره، ولی خوشبختانه این بار فکر نمی کنم بتونه قصر در بره و جان به در ببره. باید که جواب تمام این کارهای تروریستیشو بده. سیبل این، همونطور که میدونین، سیبل این کار تروریستی خانم مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران بودن که خوشبختانه این بار هم تیر جمهوری اسلامی به سنگ خورد. و همینطور میخواستم احساسم رو بگم. احساسی که امروز دارم فکر میکنم که یک روز خیلی بزرگیه برای من که تونستم در این دادگاهی که یک دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی، که نه تنها دیپلمات تروریسته بلکه خود جمهوری اسلامی داره محاکمه میشه به خاطر اعمال تروریستی که تو دنیا تا حالا انجام داده، به خصوص علیه مجاهدین و مبارزین و تنها اپوزیسیون مخالف خودش. به هر حال خیلی حس خوبیه، خیلی خوشحالم از اینکه تونستم اینجا به عنوان یک شاکی، یک شاهد شرکت داشته باشم. همونطوری گفتم صحبتی بود از یکی از شاکیان پرونده، شاکی خصوصی این پرونده، هموطنانی که در این جلسه حضور داشتن. مطلع شدیم که الان آقای شاهین قبادی به ما وصل میشن از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقامات ایران. اگر صدای منو میشنوید آقای قبادی، سلام میکنم به شما. بفرمایید آقای قبادی. نه سراری هستیم، مشکل رو سراری نیست. بفرمایید آقای قبادی، مثل این که کمی با تأخیر صدای ما رو میگیرید. آقای قبادی سلام میکنم به شما، بفرمایید. با سلام خدمت بینندگان عزیز، از ساعتی پیش دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و سه تا از مزوران تروریست رژیم در شهر آنتورپ بلژیک شروع شده. این دادگاه همونجور که میدونید یک دادگاه تاریخی هست، چرا که اولین باره که یک دیپلمات رژیم به جرم تروریسم در اروپا محکوم میشه. طبعا این رژیم در طی 14 گذشته صدها عملیات تروریستی انجام داده و بسیار از اونها در خاک اروپا بوده، اما این اولین بار است که یک دیپلمات این رژیم که شخصا مسئول طراحی این عمل تروریستی بوده و شخصا بمب رو به تروریست‌ها تحویل داده و شخصا اون رو هدایت کرده مورد محاکمه قرار میگیره. لذا از این لحاظ بسیار بسیار حائز اهمیت هست. علاوه بر اسدالله اسدی، سه تروریست دیگه رژیم هم که همکار اسدی بودن و در حقیقت مزدورای اسدی بودن هم مورد محاکمه قرار میگیرن. در صبح امروز در بدو ورود و در شروع، قبل از شروع دادگاه، در حقیقت نمایندگان مقاومت ایران به همراه وکلای شاکیان خصوصی یک بریفینگ مطبوعاتی برگزار کردند که در اون ابتدا موضع خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای خبرنگاران قرائت شد و اینکه چگونه در حقیقت کسانی که مسئولین واقعی این جنایت هستند، امری میتونست به نوعی بزرگترین عمل تروریستی در خاک اروپا تبدیل بشه، سران رژیم هستن. و خانم رجوی تاکید کردن در موضع‌گیریشون که سران رژیم، مشخصا خامنه ای، روحانی، ظریف، علوی، وزیر اطلاعات رژیم، کسانی هستن که باید مورد محاکمه قرار بگیرن. همینطور در رابطه با اینکه دیگه زمان پایان بخشیدن به سیاست مماشات فرا رسیده و سفارت های رژیم در اروپا باید تعطیل بشن، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در تمامیتش باید از لیست سازمان‌های تروریستی اروپا قرار بگیرن و مزدوران رژیم از اروپا اخراج بشن، جزء خواسته‌هایی بود که در ابتدای صبح قبل از شروع دادگاه
مورد توجه خبرانی قرار گرفت. همینطور وکلای شاکن خصوصی و وکلای مقاومت به سرعت خبرنگاران جواب دادن و تصریح کردن که درسته که شخص اسدی و سه مزدور مورد محاکمه قرار میگیرن، اما در حقیقت این رژیم آخوندی هست که در دادگاه افکار عمومی اروپا داره محاکمه میشه و جهان داره میبینه که با چه رژیم جنایتکاری روبرو هست. متعاقبا الان حدود یک ساعت هست که دادگاه شروع شده و در ابتدا تیم وکلای شاکیان خصوصی به طرح دفاعیاتشون و لوایحشون دارن میپردازن. نکته قابل توجه دیگری که میخوام مورد تاکید قرار بدم این است که این دادگاه مورد توجه خیلی گسترده مطبوعات قرار گرفته. از صبح امروز بسیاری از رسانه‌های نه تنها بلژیک بلکه در سراسر جهان گزارشات مبسوطی در مورد این کیس و پیام‌های اون منتشر کردن، از جمله روزنامه پولیتیکو اروپا که از سیاسی‌ترین ارگان‌های مطبوعاتی اروپاست، در گزارشی نوشته که نتیجه این دادگاه میتونه تأثیرات مستقیم بر روابط رژیم و اروپا داشته باشه. همینطور روزنامه‌های کشور انگلستان صبح امروز گزارشات متعددی در رابطه با این پرونده، نقش اسدی و جزئیات این کیس، از جمله که شخص اسدی خودش بمب رو تحویل تروریست داده و اینکه خودش شخصا بمب رو با هواپیمای تجاری از ایران به اروپا منتقل کرده و اینکه گردهمایی که مورد هدف بوده برنامه سالانه شورای ملی موقت ایران با حضور بیش از 100,000 نفر هدف بوده و در اون صدها شخصیت آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه شرکت کرده بودن و اگر رژیم موفق می‌شد این تبدیل به بزرگترین عمل تروریستی در اروپا در تاریخ معاصر می‌شد. این دادگاه در طول روز ادامه خواهد داشت و همینجوری گفتم در حال حاضر هم انبوهی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف بین‌المللی و بلژیکی در دادگاه حضور دارن و مستمرن به تهیه گزارش و مخابره اخبار و تصاویر از دادگاه می‌پردازن، چرا که این اولین بار هست که یک دیپلمات رژیم شخصا داره محاکمه میشه. صبح امروز هم نمایندگان مقاومت گفتن بنابر اطلاعاتی که از داخل ایران به دست اومده شخص ظریف دستور داده که اسدی در دادگاه شرکت نکنه، چرا که اگر شرکت میکرد بسیاری بسیاری از رازها و اسراری که رژیم نمیخواست افشا بشه افشا میشد و باعث هرچه بیشتر بی‌آبرویی رژیم در سطح جهانی و مشخصا در افکار عمومی اروپا میشد. بله، تشکر میکنم از آقای قبادی، امیدوارم که تا انتهای امروز باز هم بتونیم از اطلاعاتی که در اختیار ما میذارن بهره ببریم. الان مصاحبه داریم، یک صحبتی داریم با آقای ویلیام بوردون، وکیل سرشناس فرانسوی. میخوام بریم که از لحاظ حقوقی